السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز انشاءالله که همیتان در هر جایی که باشین خوب سرحال سیحتمند باشین موضوع امروز ما درباره هست آیا ما مسلمان خوبی هستیم؟ در بین جامعه ما مسلمان ها این اختلاف بزرگ بین دو دسته از مردم ها وجود دارد که آنها را از هم جدا می کند یک دسته از افراد کسانی هستند که بر روح دین پیش می روند آنها کوشش می کنند هرگز نماز را از دست ندهند خیلی اوقات روزه می گیرند عمره و حج می گذارند از لباسهای اسلامی خود بسیار آگاه هستند قرآن می خوانند اما تعداد زیاد از آنها شخصیت دلپذیر ندارند آنها به امسایگان خود اهمیت نمی دهند هیچ علاقه و خدمتکاران خود ندارند حتی با اعضای خانواده خود بد و بخیل هستند و رفتار و اخلاق بد دارند دسته دیگر افراد کسانی هستند که از همه خصوصیات انسانی برخور دارند برای همیشه مفید، شاد، مهربان، سخاوتمند، مودب، صادق و زحمتکش. اما این طبقه مردم نماز خواندن یا روزه گرفتن را باور ندارند غذا می خورند می نوشند و لباس می پوشند به شکل که احساس می کنند بسیار راحت هستند ایچ یا بگویم کمپ توجه به دستوارات خداوند ندارند با این حال هر دوی این گروه ها مسلمان هستند و هر دو اینها خود را خوب و دیگر را کاملا پوسیده و به ارزش می پندارد. اما مطمئنا برای شخصی که واقعا می خواهد خوب باشد باید تعریفی از خوبی ارائه شود که از آن خودش بتواند تصمیم بگیرد که چی چیز خوب هست و چی چیز نه. خوشبختانه ما قرآن داریم که ما را رهنمایی می کند و در همه بعد زندگی ما شفافیت می بخشد. در آیه 177 سوره بقره خداوند می فرماید عدالت آن نیست که شما رو خود به شرق یا غرب بچرخانید بلکه عدالت واقعی آن است که به خدا روز آخر فرشتگان کتاب و پیامبران ایمان داشته باشند ثروت را در خیرات به اقوام یتیمان نیازمندان مسافران کسانی که در خواست کمک می کنند و آزادی بردگان می دهد و چی کسی که نماز را برپا دارد و زکات می دهد کسانی که وقت وعده می دهند به قولشان وفادار هستند و کسانی که در فقر و سختی و در هنگام جنگ صبورند اینها کسانی هستند که صادق بوده اند و این افراد صالح هست دوستان عزیز این مطمئنا یکی از واضح ترین آیات قرآن است که به سوال هایی که با آنچه که در هیچ جای دیگر پاسخ داده نشده پاسخ می دهد برای درک این موضوع ما می توانیم آن را به چند نقطه اصلی تقسیم کنیم اول نیکی ایمان ایمان دانه است ای که درخت یک انسان خوب از آن می روید. مثل روی خوب هست به همین دلیل اولین چیزی که الله در این آیه ذکر کرد ایمان به الله است که کیفیت اصلی هر مسلمان است اما آیا واقعا آن را داریم؟ از آنجا که ایمان به خدا فقط به معنا گفتن این کلمات نیست بلکه به این معنا است که خوشنود کردن خدا و پرهیز از ناراضیت ها و اولیت زندگی شما هست هیچ چیز برای شما مهمتر از خدا نیست و او باید دلیل این باشد که شما حتی می که یک مسلمان خوب شوید دوم امید برای پایان خوبی ها اگر چی ما در دنیا کارهای خوب انجام می دهیم هم ما هدف ما آخرت است این مهم است زیرا اگر بدون نیت خوب و دریافتن رضای الله نیکی کنید رفتار خوب شما مشروط خواهد بود اگر نیت شما فقط در جای سرمایه گذاری یا کمک کردن به مردم برای رسمیت شناخت در جامعه باشد اما برای یک مؤمن واقعی آخرت به هدف زندگی تبدیل می شود و او بدون قید و شرط به انجام کارهای خوب ادامه می دهد سه هم باور به با وی یک مسلمان خوب به پیام الله که توسط فرشتگان به پیامبران رسیده ایمان دارند بنابراین این باور به با وی الهی هست که دلهای ما را به هدایت عالی خداوند رضایت می دهد و مشتاقانه دنبال راهی میرویم که او در کتاب خود برای ما تعیین کرده است چهارم مصرف کردن در راه الله با عشق ما خوش داریم برای چیزهایی که دوست داریم پول خرچ کنیم اما در اینجا خدا به ما انگیزه می دهد که اگر واقعا بخواهیم در کدام کار سواب بگیریم سپس برای به دست آوردن عشق الله یا که رضایت الله ما به طور خودکار مشتاق خواهیم بودیم که پول خود را صرف امور خیریه کنیم حتی اگر نفس ما ناراحتان باشد رسیدن به نیکی دادن است نه به عنوان لطف کردن به آنها بلکه سپاسگزار بودن که آنها وسیله برای خیر شما به الله شد امور خیریه شما باید فراتر از بستگان نزدیک به یتیمان و افراد که ضرورت دارند و حتی مسافران باشد که ممکن است در وضعیت خوبی به سر ببرند و زندانیان که در بد یا سایر شرایط دشوار به سر میبرند این راه دستیابی و خوبی های واقعی است دیگر نماز خواندن و زکات پرداختن هیچ مقدار خیریه نمیتواند جای فراهز را پر کند بنابر این اتا اگر شخصی که همه وقت و همه پول خود را در امور خیریه مصرف کند باز هم نمیتواند تواند عشق یا رضای الله را دریافت کند تا که دستوارات خداوند را برآورده نکند فراهزاره مثلا نماز روزه زکات حج چیزهایی است که بر ما فرض است دیگر انجام و این ممکن است که برای بیساری از افراد کاملا تعجب آور باشد زیرا به با دور معمول وقتی که به یک مسلمان خوب فکر می کنیم یا به مناسب رفتار خوب با مردم فکر می کنیم اما در مورد تحقق وعده ها چی؟ این هرگز در تعریف خوب ما وارد نمی شود زیرا به این واقعیت فکر می کنیم که متعهد بودن به وعده ها که میدهیم و جدی گرفتن آنها ماده اصلی یک شخصیت صادق و قابل اعتماد است یعنی وقتی یک مسلمان که وعده می باید سر وعده خود سر قول خود استاد شود وعده خلافی نکند دیگر خوبی در روزهای سخت همه ما تجربه کرده ایم که بر راحتی کافی که راحت می باشیم که در مواقع آسایش خوب باشد اما مزن این که سختی که به وجود آمد برای حفظ خوبی ها ما تلاش بیشتر لازم است این همان چیزی است که الله در اینجا میگوید افراد خوب کسانی هستند که حتی در شرایط دشوار میتوانند ثابت بمانند آنها حتی در صورت بیماری دعا میکنند حتی به هنگام کمبود به دیگران میدهند حتی وقت کار سخت میشود لبخند میزنند زیرا آنها میدانند که گاه اوقات بزرگترین کار خیرخواهانه این است که با عبارات دلنشین خود قلب دیگران را راحت کند پس سپس خداوند می که اینها افرادی هستند که در حسن خود صادق بوده اند و اینها کسانی هستند که به راستی صالح هستند دعا می کنیم الله جل جلاله با ما کمک کند تا از خیال خود بیرون آمده و از هدایات الهی پیروی کنیم تا بتوانیم نمونه از خیر واقعی و کامل برای جهان باشیم تا ویدیو بعدی هر جایی که باشین جور سرحال در امن خدا باشین روز خوش شب خوش سلام علیکم